ما روز روزگار خوشی رو دارین میگذرونین، شاد و شادمانین. پیش از این با سرود ایران پیوندتون رو با سرزمین پاک نیاکانیمون، با فرهنگ گسترده و جهانگیرش یک بار دیگر به یاد آوردید. ما در این کوچ ناخواستمون، در این سالهایی که از این کوچ میگذره، در کنار پیروزمندی و شکوهمندی که در زمینه‌های فناوری، پزشکی، دانشگاه و هر زمینه‌ای که نام ببریم سرآمد مهاجران به برون برز بودیم، در کنار تمامی اینها برای اون که رشته پیوندمون با فرهنگ و ارزش‌های والای سرزمین نیاکانیمون قطع نشه و گسسته نشه، بزرگ مردانی در زمینه ادب و فرهنگ کوشش کردند تا با پژوهششون، با نوشتارشون، با سخنوریشون، با گفتگوشون و با کلاس‌های درسشون زمینه‌های گوناگون اندیشه و هنر و اندیشه و هنر ایرانی رو به یاران ما در این سرزمین بیشتر و بیشتر بیاموزند. هنگامی که سخن از زبان پارسی به میان میآید، چه کسی شایسته تر و آشناتر از استاد پرتو باشد که واژه‌یاب اون چراغ راهنمای پرتو افکن کار ما تازه آغاز کردگان است. هر بار که از استاد پرتو خواستیم، درخواست کردیم که در هر زمینه‌ای که به فرهنگ ایران و به شناساندن بیشتر اون کمکی بکنن، بی‌دریغ این یاری رو کردن. در زمینه کار شناخت و شناسایی عرفان ایرانی و مولوی، شاید بیشترین کلاس ها رو در این سرزمین برای ما دورماندگان از میهن ایشون داشتن و با نگارش خودشون، با بیان خودشون تونستن دریچه هایی رو به این سو باز کنن. مایه سرافرازی من است که بزرگوار استاد شایسته را به شما بخوانم که بیاین و در برابر شما از ایشون سپاسگزاری بشه. شاید قطره ای از دریا و اقیانوس بزرگ آگاهی و دانش ایشون را سپاس گذاشته باشیم. استاد پرتو. استاد پرتو پس از این مراسم در بخش کاری که برای مولوی در نظر گرفته شده حضور خواهند داشت و با شما رو در روی پاسخ خواهند گفت به پرسش های شما، خواسته های شما، و به رسم یادگار فقط به عنوان قطره ای از دریای بزرگ برگ سبزی رو از سوی دوستداران ایشون تقدیم ایشون میکنم. امید که فقط ذره ایست در برابر بزرگ دریایی که ایشون برای عرفان ایران، فرهنگ ایران کردند. امید است که این درخت سایه گستر همیشه سایه‌شون بر ما پایدار باشه. من گمان میکنم که در آغاز سخن با خوانی یکی از چهار پاره های مولانا بسیار سودمند باشد، چون درست در این سروده بازگوینده چگونگی من است. میگوید که دستارم جبه و سرم هر سه به هم قیمت کردن، یک درم چیزی کم. من هیچ کسم، هیچ کسم، هیچ کسم. نشنیدستی تو نام من در عالم؟ من یکی از کارهایی که در زندگی خودم کردم این است که کوشیدم با فرهنگ سه سرزمین جز سرزمین ایران آشنایی پیدا کنم. یکی فرهنگ سرزمین روسیه،
یکی فرهنگ سرزمین فرانسه و یکی هم فرهنگ سرزمین انگلستان. من باید به راستی با شما بگویم این رو بر بنیاد یک شناخت درست و شناخت از ژرفا به شما میگویم. باور کنید که من کسی را در میان بزرگ مردان و بینشوران جهان به بزرگ مردی و والایی مولانا جلال الدین محمد ندیدم. مولانا جلال الدین محمد یک گوهر درخشان در فرهنگ جهانه، در فرهنگ جهان است و من همواره این رو به یاد می آورم که میان ما و ترکای ترکیه کنونی همیشه این درگیری بوده است که ما می گفتیم که مولانا جلال الدین چون در بلخ زاده شده ایرانی است و ترک ها می گفتند که چون در قونیه زندگی کرده و همه نوشته های او که می شود همون سروده ها و دیوان کبیر و نوشته به نام فی ما فی اینها در اون سرزمین فراهم آمده از مولانا ترکه و خود من که بارها به ترکیه سفر کردم همواره با این پرسش روبرو بودم و به بیشه از یاد نمیبرم که یکی از بینشوران ترک در واقع این بار که به ترکیه رفته بودم از من پرسید که مولانا جلال الدین محمد کجاییه؟ گفتم جبرئیل کجاییه؟ ایشان به من گفت جبرئیل که لاهوتیه. گفتم مگر مولانا ناسوتیه؟ او به من گفت آی جبرئیل که آسمانی است و من به او گفتم مگر مولانا زمینی است؟ من نمیدانم که از میان شما چه کسی روی آورده به این گنجینه گرانبها